فضا و کهکشان در نهایت عظمت بسیار زیبا و حیرت انگیز است. هیچگاه نمیتوان به انتهای آن رسید و اسرارش تمام ناشدنی است. سیاره ها، ستاره ها، سحابی ها، همگی از زیبایی ها و اجزای خارق العاده فضا هستند. از گذشته های دور بشر به دنبال کشف ناشناخته ها بوده و هست و به همین دلیل علاقه شدیدی به جستجو در فضای بی انتها دارد. سحابی یک ابر میان ستاره است. یک ابر میان ستاره‌ای که در فضا قرار گرفته و از گرد و خاک، هیدروژن، گاز هلیوم و پلاسما تشکیل شده است. این ابرها زمانی به وجود می‌آیند که جاذبه گرانشی بخش‌های از ذرات آنها را درگیر خود می‌کند. کهکشان کاملاً خالی نیست، بلکه پر است از گاز و ابرهایی که در کنار هم کهکشان را تشکیل می‌دهند. این توده های ابری شکل هرچه بیشتر و بزرگتر در مکانی قرار گرفته باشند، جاذبه گرانشی بیشتری نیز دارا خواهند بود. این سحابی ها با پیچیدگی های زیادی که دارند بسیار زیبا هستند. رنگ بندی آنها بسیار چشم‌نواز و زیبا می باشد و شما را شگفت زده خواهد کرد. اکثر سحابی ها اندازه بزرگی دارند و قطرشان به صدها سال نوری هم می رسد. اگرچه تراکم سحابی ها از محیط های اطرافشان کمتر است، با این وجود محیط های خلاء روی زمین از سحابی ها متراکم ترند. در حقیقت یک ابر سحابی که از نظر اندازه با زمین یکی است، به اندازه تنها چند کیلوگرم جرم خواهد داشت. سحابی ها شکل های زیبایی به خود می گیرند که معروف ترین آنها سحابی عقاب، سحابی جبار یا اوریون، سحابی سر اسب، سحابی هلیکس یا چشم خدا و سحابی پروانه می باشند. به طور خلاصه می توان گفت که سحابی ها زایشگاه ستاره ای هستند. پروانه های کمی می توانند بالهایی به این بزرگی داشته باشند. خوشه ها و سحابی های درخشان آسمان شب معمولاً با نام گل ها و حشرات خوانده می شوند و سحابی پروانه که NGC-6302 خوانده می شود نیز از این قضیه مستثنا نیست.
صحابی پروانه با مرگ ستاره‌ای تقریباً 5 برابر جرم خورشید تشکیل شده است. ستاره مرکزی این صحابی خاص با دمای سطحی حدوداً 250 هزار درجه سانتیگراد به طرز استثنایی داغ است. اگرچه این ستاره به صورت درخشانی در نور فرابنفش میتابد، اما به وسیله یک حلقه فشرده گرد و غبار از دید مستقیم ما پنهان است. وقتی من شبها به آسمان نگاه می کنم، می دانم که ما بخشی از این هستی هستیم. ما در این هستی هستیم. اما شاید مهمتر از این دو واقعیت این است که هستی در درون ماست. وقتی به این واقعیت فکر می کنم، به بالا نگاه می کنم. خیلی ها حس ناچیز بودن دارند، اما من حس بزرگ بودن می کنم، چرا که اتم های من از آن ستارگان آمده است. یک ارتباط میان ما برقرار است. این همان چیزی است که از زندگی می خواهیم. می خواهیم که حس ارتباط داشته باشیم، حس تعلق داشته باشیم، که ما هم یک شرکت کننده در رخدادهای اطرافمون هستیم. این دقیقاً توصیف ماست. فقط با زنده بودن جزی از این مجموعه ای. همانطوری که کارل ساگان در جمله معروفش به آن اشاره کرده است، کیهان در بین ماست. ما از گرد و غبار ستارگان ساخته شده ایم. ما راهی برای مشاهده کیهان به خودش هستیم. معمولاً هر عنصری در روی زمین، اهم از اعضای بدن ما، در قلب ستارگان ساخته شدند و از عناصری مانند اکسیژن، نیتروژن و اتم‌های کربن در بدن انسان در کنار سایر عناصر سنگین در 4.5 میلیارد سال قبل در ستارگان ایجاد شدند. حدود 400 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد، اما سلول‌های بدن انسان چندین برابر ستارگان است. تصویری که شما می‌بینید مولکول‌های میوزین پروتئینی را نشان می‌دهد که یک توپ از اندورفین را در طول یک رشته فعال به سمت قشر جداری داخلی مغز می‌کشاند. این تصویر شادی است. شما دارید به شادی نگاه می‌کنید. پروتئین هایی که مثل یک موتور مواد داخل سلولی را در طول یک میکروتوبول حمل می کنند. لبخند روی لب شما در همین لحظه به خاطر این قدم زدن بامزه است که دارد در ذهنتان اتفاق می افتد. قطره که از بحر جدا می شود، عازم دریای بقا می شود. نیست به یک قطره توان فراغ، طالب دریا شده با اشتیاق. قطره به دریا چو شود همنشین، قطره دگر نیست، تو دریا ببین.